نية الدنيا داره برکنش. فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، خدا خواسته باشه شاید هم سر نخ شهقه حضرت زهرا صلوات الله علیها در هر سال. حضرت صادق تو همین روایت فرمودن کسی را تو دنیا حبس کردن، حالا فرق نمیکنه متوکل باشه، یاسین الهاشمی باشه، پهلوی باشه، دیگران باشن، این زمان باشه، زمانای آینده باشه، حضرت تشخیص ندادن. به قول علما اطلاق تمام مصادیق را میگیره. یک کسی حبس کردن به خاطر شعائر مقدسه حسینیه صلوات الله علیه، کتکش دادن، پولش رو گرفتن، جریمش کردن، خودش خدا چه مقامایی بهش میده که حضرت فرمودن دو سه صفحه از روایت خودتون میبینید. بعد حضرت میفرمان اونی که اینو کتک زده، اونی که دستشو بلند کرده سیلی زده تو صورتش، نه به خاطر اینکه این مال مردمو خورده، نه به خاطر اینکه از دیوار کسی بالا رفته، به خاطر اینکه اقامه شعائر حسینیه صلوات الله علیه کرده. حضرت میفرمان تو جهنم یه چیزی هست، مقال. مقال یعنی مقلات، به فارسی این تاوهی که توش ماهی سرخ میکنن، گوشت سرخ میکنن. یه تاوه های بزرگ هست، خود تو روایت رو ببینید، یه تاوه های بزرگ هست تو جهنم، آتیش زیرش آتیش گاز نی، آتیش چوب و نفت و اینا نی، بنزین نی، آتیش سیاه جهنمه. اینو میارن، اینی که یه دونه سیلی زد، اینی که یه روز حبس کرده یه نفر، میارن تو این تابه میندازنش. مرگ که دیگه نیست، قرآن فرموده و یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. اگه مرگ بود ثانیه اول میمرد، مگه همچه تابهی قابل وصفه؟ وقت اینی که کتک خورده میارنش، میگن اینه ببینه دلت خنک شد یا نه. حالا اونی که 5 روز حبس شده برنده است نسبت به اونی که 2 روز حبس شده یا نه؟ اونی که 6 تا سیلی خورده برنده است نسبت به اون که 4 تا سیلی خورده یا نه؟ Oh,